Olma dedi. Böyle payı televizyonu kana Seda İsmail Cumhuriyeti'ne mi başlayayım? Ben başıma ne bileyim çıra asabani yersin. Kanal cedid befermayın. Salam kanım Danışver. Salam başıma befermayın. Kanım Danışver, ben alın takriben çend dakika piş be şoka zayın kadar. Bale bale Seda Cumhuriyeti. Valla natınızdan taqat yiyorum. Çigaram misuzu bir harfa da mişnem. Bale zende başım. Ama çe muşkeli bu. İn اقوام و با این مذاهب و این چیزا نداریم. والا ما گاهی اوقات ما رو به اسم قوم، گاهی اوقات ما رو به اسم مذهب به جون هم دیگه میندازن، مثل سگ و گربه ما رو به جون هم میندازن. ما گرسنه ایم، ما آزادی میخوایم، ما نون نداریم بخوریم. همین جوانی که الان زنگ زد، آخه اینا دلشون میخواد این مرتاد بشه و سرش پایین باشه و از همه جا بی خبر باشه. اینا دلشون میخواد که مردم هیچی نفهمن، در بی خبری به سر ببرن. آخه ما با یه افغانی بدبخت چی کار داریم؟ من که خودم شوهرم کارگر است، با این چی کار دارم؟ آخه چه آزاری به من داره جز این که این جامعه رو داره میسازه؟ وقتی میاد تو صف نون وای وای میسد نون بگیره، میخوام با چشاشون بخورنشون. همین هایی که نمیتونن نفس بشن، همین همسایه ما یه شوهری داره چه کمش دارد میترکه، وقتی که میاد تو نون وای نگاه نمیتونه بین بکنه، میگه این افغانی اینجا کار میکنه؟ افغانی که دم پای پاش نیست نون بخره، همینجور پاش از درد و بدبختی ورقلو میده. بله. پش ندارم ببینن که اینا این نون خالی هم توی مملکت بخورن. اون خود این شوهر شب که میاد نمیدونم چی کار است، اصلا نمیدونم پاس داره، نمیدونم شکنجگر است، چی است، اصلا نمیتونه نفس بکشه از بس چاقه داره، از بس مفخوره است. بله واقعا حرفاتون زیباست، واقعا میبوزم اتون، واقعا حرفاتون زیباست، واقعا قربون شما برم. انسانیت یعنی همین شما چی کار میکنی خانم دانشور؟ دست قربون دهن شما که لاقل وقت میذارید و میاد این حرفا رو با مردم میزنید. بله. لاقل از آدمایی هستید که دلسوز مملکت، دلسوز ملت هستید. چی کار میکنیم؟ اینایی که اومدن از این جمهوری اسلامی بودن روی خط و گفتن چی کار میکنیم؟ پدر شما رو در میاریم. ما همین زنهای ایران. بله. ما همین زنهای ایران پدر شما رو در میاریم. بله. شما جون ما رو به لبمون رسوندید. مردم نواد دارم، مردم وقتی که اینا این بدبختی که به جرسقیل آویزون میکنن، مردم نرید نگاه بکنید اینا رو، با سنگ بزنید این کسافت ها رو. اینا برای چی اینا رو اعدام میکنن؟ اینا یه مش بدبختی بیچاره قربانی اجتماع این که اینجا آویزونشون میکنید. بله. اینا رو باید با سنگ بزنید توف کنید تو صورتشون. زنده باشید دوست عزیز. یه مش کسافت ها، یه مش جاهلن. اینا میگن خدا بر ما مقدر کرده، چون ما بر خدا مقدر کرده، چون بدبختی بکشید. آخه این چه خدایی است که بر من مقدر کرده؟ چرا برای اون مفخورا مقدر نکرده که بدبختی گرسنگی بکشن؟ دقیقاً. من وقت شما نمیگیرم خانم، دلم خونه. شما مالده. حرفای منو زدید، زنده باشید. جای شما تو این حزب. ببینید اون جوونی که میگفت چه میشه کرد، شما جوابش دادید، امید میدید. حرفای شما داره راه نشون میده. شما رهبرید دوست عزیز، شما رهبرید، همونطور شما رهبری جنبش قوی هستید که این جمهوری اسلامی اینجوری وحشت کرده. زنده باشید. این رهبر اینقدر خالی دانشا ببخش، این رهبر اینقدر گنده شد در وردت که من از هر اسم رهبری که میشنوم لرزه به تنم میفته. داخل این کسافت آب را هرچی رهبری تو دنیا برده. بله بله، ولی ما نشون میدیم که رهبر انسانیت یعنی چی. زنده باشید، شما یک رهبر انسان هستید، شما پرچمدار انسانیت هستید، تو صف جلوی جنبش آزادی زن، تو صف جلوی جنبش برای یک حکومت انسانی و جامعه انسانی. بیاید تو این حس دوست عزیز با ما تماس بگیرید، شما رو تماس رو خط تلفن هست، بعدا با من تماس بگیرید، با هم بیشتر صحبت کنیم، خیلی کارا داریم با هم دیگه. قربون شما برم، من زنگ میزنم، بازم زنگ میزنم تا چشمشون نراد. بله. جونشون نراد تا از حس بیمیرن. بله واقعا زنده باشید، این کانال برای همینه، برای اینکه چشمشون در بیاد، برای اینکه وحشت کنن، برای اینکه ببینن که این جنبش رو با دیدنم چرا دارن اینقدر از فتنه صحبت میکنن و از فتنه دیگه، الان دیگه فتنه هم شده فتنه اقتصادی، چون میبینن که مردم چطور کارد بست خونشون رسیده.